سلام دوستان، گفتن توی انسان کافی نمایشگاه نقاشیه. خانم به اسم مژگان اینجا نمایشگاه نقاشی آبرنگشون رو گذاشتن که اینم پوسترشه و اینم انسان با دکوراسیون خیلی قشنگ. میخواییم بریم داخلی گزارش بگیریم ببینیم امیر فرهاد عزیز کجاست که دکور قشنگ ده عشق هم که اونجاست. به 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 سلام 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 مخلصم، خوبی؟ سلاماتی؟ چقدر خوشگل شده اینجا. چند تا تابلو قشنگ میبینم اونجا. تابلوهای امروزن هستش که تمام حافظ رو به صورت خط کوفی انجام داده. چه جالب. روی چیه؟ بومه؟ روی بومه که داره به صورت خطا خودشون نوشتن. خط کوفی آره. مهمترینش هم اونه که زاهدان کین جلوه بر محراب و منبر میکنن. چون به خلوت میروند. کار دیگر میکنن. کار دیگر میکنن. بریم الان بالا ببینیم به خلوت بروند هنرمندا چیکار میکنن. چون بودیم حافظ شهر حافظ اینجا هستند. سلام 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 خوبه؟ سلام خوبه؟ سلام خوبه؟ چطور بود نظرتون؟ عالی خوب بود. چه خوب. شما هم هنر دوستی و امیدوارم که بیشتر بکشم. دو قلوی خیلی خوب دارن که اینجا هم کتکافی که هست میتونن به سلا تشریف بیارن. همینطور خودشون استفاده کنن. آتیش بچه ها با آتیش بپا کنن دیگه، چرا که نه. خب من دوست دارم خیلی زودتر برم بالا رو ببینم بعد نظرم. مرسی مرسی که بودید توی ویدیو. Can I ask you a question on video? Yes. So what was the reason you came to the Iranian exhibition and the place? Because you said you like the Majun and Shir Pesteh. Amazing. And you're going to go to Iran. You're going We will. Yes. When she's older, we'll visit the city of Shiraz. Yes. Which is the wine is coming from there and Hafez. And then Isfahan, my city. Great. So you're always welcome to go. I'll follow you there. There's no problem. Yeah. But Thank my you. Wife yeah. loves it. Yeah. Iranian desserts. Yeah, Iranian desserts. I love Iranian desserts. I love Iranian people. Yes. I love the culture. Great. I would love to go to And you have quite a close culture to us. Yes. I think the Asian culture, the Indian culture, is very... Yeah. We love the Amitabh Chan and the Vijay and all the films. Shola. Yeah. We've been growing up with them. Yeah, of course. You know, we have an Iranian actress. And Shahrukh Khan, yeah. Mamataz. Yes, yeah, I know she her. Was yes, a, I'm in contact with her, yes. You're in yes, contact with her? She's actor. Here in London. Of course, yes. She was married to Indian chap. Yes, yes, good combination. Yes. Very beautiful woman. They're all beautiful. Yeah, Iranians are very beautiful. Obviously. Indians are as well. Yeah. Thank you very much. Achara, thank you very much. Thank you. Nice to see you. خب اینجا هم که بچه ها دارن بازی میکنند و بریم بالا. بالا نمایشگاه نقاشیه خانم مژگان، کاره آبرنگشون رو گذاشته. سلام، متشکرم. سلام سلام. خانم میکو که همراه همیشگی خانم شما. خانم میکو خوبی؟ اراده هست. مرسی از زحمات شما، توی لایف همیشه همراه من بودید. متشکر از شما. که این کامل خوب جواب بودید. من آره دیگه بیکار میشنم. آره کمک خوبی هست همیشه. خیلی عالی. متشکرم برای امی جان، ساپورتر همسری سلام. حال شما خوب هستید؟ میخوام اراده است من. بول بول شما خانم چطور؟ خوبه؟ خدا رو شکر. متشکرم. چقدر کاری قشنگی. مرسی مرسی. با اجازهتون من یه چرخی بزنم اول دوست دارم من نزدیک کارا رو ببینم بعد بیام خدمتتون. متشکرم. ما میشتن نیچر هست ریسرچ میکنید تماشا توضیح بدید. به 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 بسیار عالی. از دکوراسیون بعد اکثرا هم از انگلیس نقاشی کردن درسته؟ بعد از خودش بپرسید. نه الزامن اینطور نیست نه؟ یعنی هر جوری که دلش از روی عکس کشیدن پس از روی عکس از روی عکس یا این پسانی بله میپرسم ازشون. متشکرم. مرسی همه. این پنجره ایشون هست. حالا برمیگردیم به ایشون. مثلا فرض کنم ایتالیا شاید باشه تو مسجد نداره. ونیز. ونیز اوکی. بله 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 بله. ونیز دیگه. آره دقیقاً. آب وقتی میبینیم باید به فکر ونیز بیفتیم. این هم که لایت هاوسه. بله چقدر هم قشنگ. خیلی قشنگ. نور افتاده توش ولی خب به هر حال میشه باز دید که چقدر زیباست. یه دکور قشنگ اینجا. کوچیکه. خیلی کوچیکه. مینیاتوری تقریبا ولی خیلی قشنگه.
بذارید هم توضیح بدم که اینا دوستانی کالکشن من هست که کتاب‌های تمام قوانین نوشته انگلستان از سال 1904 تا همین الان هست. یعنی هر قانونی بخواییم که نوشته شده باشه در این کتاب های سالی سیتر هست. چند هست؟ خیلی زیاده. اینا 101 کسی کالکشن بسیار با ارزشه و یه دونه ازش هست. آره بذارید من یه توضیحی اگر اشتباه میکنم شما بگید، چون اینجا قانون اساسی ندارن هر اتفاقی که میفته مکتوب میشه که بعدا به اون استناد بکنن، درسته؟ چون شما به هر حال تخصصتون میره. و این مجموعه بسیار خوبی که من نگه داشتم اینجا سالیسیتر رو میان باش عکس میگیرن، چون این مجموعه به صورت کامل دیگه نیست. حالا محبت کردید عکس میتونن بگیرن، اگه کسی نیاز داشته باشه اینجا میتونه امانت بگیره. همینجا میان بچه‌ها میان اینجا مثلا قانون تننت اند لندلورد، البته آنلاین هست ولی خیلی از اینا آنلاین نشده نیست، قانون صاحبخونه رو مستجر میان میشینن اون قسمت رو در میارن عکس میگیرن اسکن میکنن میرن. دمه شما گرم، هم کافی شاپ هم کتابخونه. دمه شما گرم. و کاری مجدانجی هم تو که میبینیم از زیادی روسی ها آمدن، ایرانی ها آمدن، فروش داشتن. سی و سه بار اسفان اسفان سی و سه خب مژگان خانم هنرمند این کارا، اگه سرشون خلوت بشه یه مصاحبه کوتاهی هم با ایشون خواهیم داشت. سلام خانم، احوال شما خوب هستی؟ سلامتی. گفتید نه، منظورتون این بود که تو ویدیو میخواید نباشید یا نه؟ نه، فکر کردم از مژگان چون با مژگان چون میخواید مصاحبه کنین، گفتن که آرتیستان درسته هستن. خب اصلا بریم سال هاست بکنم ایشون هستن، مژگان خانم ایشون هستن. بله الان میریم پس سراغشون. خیلی متشکرم که صحبت کردید، محبت کردید. سلام خانم، احوال شما خوب هستی؟ چقدر کاراتون قشنگه. اول از خودتون بگید لطفا. من از 15 سالگی آبرنگ شروع کردم. کجا و؟ توی ایران. دانشگاه یا آزاد؟ نه دانش همین توی ایران کلاس های همجوری آزاد. کلاس های آزاد. بعد دیگه همجوری ادامه دادم و هی از 15 سالگی بر... یعنی چند سال الان میکشی؟ میخوام به سنتون برسم. 5 ساله. بله بله. الان 20 سالشونه. ماشاءالله خوب موندید. بعد دیگه الان دارم رشته نقاشی میخونم توی دانشگاه. کدوم دانشگاه؟ دانشگاه آنلاین. آنلاین. بله. و برای چه مقطعی؟ برای لیسانس یا فوق لیسانس؟ لیسانس نقاشی. و میخواید ادامه بدید تا دکترا؟ حتما. ایشون از طرف بارنت کانسل به ما معرفی شدن، یعنی از شهرداری بارنت قسمت آرتش که ما به اونا رو ساپورت کرده بودیم که آرت رایل داشتن اینجا و آرتیستا رو معرفی می‌کردن، به ما معرفی شدن، گفتن یه ایرانی اینجا هست و این باعث شد که خواهش می‌کنم، این باعث شد که اومدن اینجا نقاشی گذاشتن و ساپورترشون همسرشون هستن که دیدی امیر آقا. بله بله دیدیمشون. و آقا سعیدم که اون نقاش خیلی خوبی هستن، نقاشی کارشون مدت هاست پایین هست و به هر حال این به اصطلاح جمع‌آوری، این به اصطلاح مجموعه به این خوبی خود من پوشتون کردم. همین گفتم خواب داره اون نداره اون نداره، ولی خب جمع شد و برای اولین بار ایشون یک نمایشگاه نقاشی گذاشتن. اولین بار توی ایران نقاشی نمایشگاه گروهی چرا گذاشته بودم ایران خیلی سال پیش، ولی خب الان اولین بار. کدوم شهر بودید و کجا بودید؟ کجا نمایشگاه رو گذاشتید؟ خونم. تو منزه؟ نه خیلی خیلی سال پیش گالری همایونی. بله گالری نمیشناسید؟ نه متاسفم. سیهون که میشناسید؟ سیهون بعد حتی تو گالری سیهون نذاشتم، ولی من خیلی اونجا چیز کردم. درسته. ولی اسم گالری ها الان چند؟ آره منم دارم فکر میکنم اونجایی که نمایشو گذاشتم هیچ کدوم یادم نیست. نیست جالب، چون لوح تقدیر و اینا هم همه رو گرفتم ولی اصلا یادم نیست. چون خیلی خب یه مختصر در مورد سوژه هاتون میگید، سوژه ها رو چجوری پیدا میکنید؟ سوژه ها رو خیلی هاشو از روی مثلا عکس هایی که توی پینترست پیدا کردم، ولی خیلی هاشم خودم، مثلا اون مال های پارک که خودم عکس گرفتم. درسته. بعد خودم گرفتم، یعنی اون قسمتی که خوشم میاد. من عذرخواهی میکنم، میتونم خواهش کنم موسیقی چون بعدا ممکن کپی رایت بخوره کل صدامو بده. کم کردم یه ذره. بعد اون مثلا پارکیه که دم خونمونه، آرنز بروک پارک. کدوم این درختای قشنگ؟ بله بله بله. سهراب سپهری هم می‌خواسته ادای شما رو در بیاره. چرا؟ فقط تنه درخت می‌کشید دیگه. آها، من اصلا عاشق این درختم، یعنی می‌بینمشون. این تو خیابون که کلا راه میرم،
یعنی همش واقعا شگفت زده میشم از ابر و درخت و منظره. بذارید یه سوال جالب بپرسم، اگه کسی سفارش داشته باشه براش انجام میدید؟ حتما. پورتره، منظره یا هر دو؟ پورتره فعلا دارم یه مقدار فعلا رو پورتره، پورتره مثل مدل مثلا نمیدونم رئال، رئال نه مثلا یه ذره حالا پورترو فیگور رو اینا کار میکنم. درست. تازه شروع میکنم، اون خیلی چیز نیستم ولی کارهای آبرنگ شده. خب کسی اگر بخواد مثلا همچین تابلوی رو بخره، مثلا این تابلو که حالا یه مقدارم سایزش بزرگه ولی خب خیلی پرکار نیست، یه قیمت میتونید بدید؟ البته قیمت داره دیگه اینجا. بله 130 پوند با پوند دولتی از البته این از دولت. حالا اگر کسی بخواد عکس بفرسته براش سفارشی بزنید چیه؟ قیمت همینه یا بیشتره؟ خب بستگی داره به کارشون. همین عکس رو اگه براتون بفرسته بگه همینو میخوام برام نقاشی آبرنگ بکنید، خب اندازش هم همین باشه؟ اندازش هم همین. میگم بستگی داره دیگه. حالا من به هر حال برام من میگم بحث مالیش خیلی چیز نیست، خودم کلا نقاشی کشیدن دوست دارم ولی خب حالا یعنی اونقدر رو بحث مالیش خیلی مثلا استش حالا یه ذره کمتر یه ذره نمیدونم. میشه یه نه از اینو برام بکشید 13 پوند؟ نه 13 پوند نه دیگه بحث مالیش. متریالش خب برام خیلی گرونه. این کاغذ کاغذه هندمیده، کاغذ دست سازه کتونه. بله. چون مثلا رو کاغذ ماشینی کار نمی کنم، کاغذ چیز. چقدر در اومد کاغذش و قابش فکر میکنید تقریبا؟ سوال سخت میگوید. همین که مژگان جون الان جلوی دوربین ایستادن، چون نقاشا معمولا خجالتی هستن به خودتون نگاه نکن و ایشون اصلا میگفتن که من دوربین چی توضیح بدم، ولی بیزنسشون داره چیز میکنه، داره میزنی چی کار بیزنس، هنر با بیزنس. من اصلا به بیزنسی فکر اصلا نتواشم به ایشون میگفتم من ابدا تو نه کار تبلیغ نه تو کار فروش برای همین شما اومدید اینجا دیگه، بخاطر که ما به بیزنس فکر نمیکنیم و همش بیشتر روح هنر برای مهمه، کار دلی میکنیم. البته خب میدونید من یه چیزی حدود شاید 40 سال دارم کار هنری انجام میدم، تقریبا 25 سالش رو همین طرز فکر رو داشتم، بعد از 25 سال فهمیدم که اشتباه میکردم. آره اشتباه. آره چون اون پول است که یه انرژی اولیه میده. اگر شما اینا رو بذارید برای بیزنس، یعنی از نظر بیزنسی بهش فکر کنید، هم از لحاظ اینکه شما آرت رو تخلیه بشید از نظر آرت و هنر ارزشمنده، همین که آدم میدونه یه تهش یه چیزی میمونه. چون فقط من میدونم جمع کردن و نگه داشتن اینا حق انبارداریش خودش کلی میشه، چون من خیلی موقع ها نقاشی نمیکشم فقط به خاطر اینکه میگم کجا بذارمش. ولی اگر شما بحث بیزینسش هم در نظر بگیرید، میدونید که مثلا برای این مجموعه اینقدر پول دستتون میاد، میتونید حتی یه انبار آره مثلا کرایه کنید. من خیلی راست بخوام وقتی اینا رو کار میکردم بیزینسی فکر نمیکردم، چون واقعا خیلی هزینه کردم مثلا برای رنگ، چون رنگام بعد مثلا رنگایی که استفاده میکنم دوستمون مثلا ارزونتر هم هست، قلموی مثلا موی طبیعی دوستم استفاده کنم بیشتر لذت میبرم، یا مثلا کاغذای 100% کتون باید استفاده کنم. یعنی میدونی از این بیزینسی اصلا فکر نکردم، اگه میخواستم بیزینسی فکر کنم خب قلموی مثلا نمیدونم ارزونتر بود، مثلا همین موهای مصنوعی داره دقیقا. از فونشاپ هم میشه خرید تا جاهای از ایران برفرید. من بیشترشون از ایران، چون اینا مال الان نیست همشون، خیلیشون مثلا دو سال پیش من ایران بودم اون موقع و خیلیشون از ایران چیز کردم. ولی به هر حال میگم من خیلی اون موقع بیزنسی فکر نکردم، ولی بعدش یواش یواش چون هی اومدن کارم خواستم بخرم تو اینستاگرام چندین بار و خیلی برام جالب بود که مثلا میخوام بخرم، مثلا تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم قبلش، ولی یواش یواش بگم من یه مشتری داشتم از ایران تو اینستاگرام، به هم گفتش که این تابلوت رو به من میشه بفروشی؟ گفتم چند اون مبلغی که تو میخوای مثلا بشه 2 میلیون. 2 میلیون میشه چند پوند؟ قابل نداره قربون شما، میشه تقریبا 50 40 خورده. 40 خورده. من بومشو خریده بودم 30 پوند، رنگشو خریده بودم 20 پوند، یعنی 50 پوند فقط پول رنگ و بومش بود که به اون بنده خدا توی ایران گفتم که اگر پول پستم نگیرم تو با 3 میلیون فقط پول متریال اولیه من زدی. من خیلی اشتباه می‌کنم. اینو بهتون بگم ببخشید صحبتتون. من تو ایران که بودم یه ماه پیش یه خانمی به من یه کار 60 در 40 سفارش داد. بله. که یه کاغذ 60 در 40 مثلا 100,000 تومان خود ایران. دلست. من هم موقع ایران بودم می‌خواستم براش بکشم. سفارش داد. بعد من چون بهش قول دادم گفت حالا با من یعنی حرف در مورد قیمتش هم بزنم، من همینجوری گفتم 600,000 تومان ببینید اصلا فکر کنم، چون اینجا بودم قیمتا رو نمی‌دونستم همینجوری گفتم که به دوستام بعدا تو ایران گفتم خیلی کم گفتی.
چون بهش قول دادم این کارو میخوام انجام بدم براش، من که بعد براش بفرستم 600 تا میشه 600000 تا میشه چقدر پول پستش میشه و همون کاغذش؟ من پول کاغذش هم نمیشه، پول کاغذش هم نمیشه، نه چون میشه 10 فون 12 تا پول کافی هم نمیشه، ولی چون قول دادم بهش براش انجام میدید دست شما درد 60 درصد یعنی سایز اقلی خیلی بزرگه، من نمیشه چجوری بفرستمش ایران. خب من پیشنهاد میکنم قاب نکنید براش، قاب که نمیکنم، روی توپای کاغذی مقوایی لوله بکنید براش خیلی آروم که حجمش هم کم بشه سالم بشه. اگه خورد تا بشه دیگه ببین توپای پارچه بود یادتونه، از توپای پارچه یعنی اون مغزی پارچه خیلی محکم بود، یا پولیکا اگر شما لوله پولیکا بگیرید که 10 سانتیه اونو ببرید دورش رو ببرید، بله یه چیز حدود مثلا 2 میلیون خرج بکنید که یعنی میگم من خواستم بگم که من اصلا بیزنس تا حالا بهش فکر نکرده بودم، ولی درست. خب حالا اونش هم خوبه و نگاه کنید. آره یواش یواش چند سال اینجا هستی؟ من چند سال اینجا بودم، رفتم دور برگشتم، حالا یه سال نشده. درسته. خب موقعی که شما رفتید برگشتید فکر میکنم اون ذهن بیزینس از ذهنتون رفت، چون توی لندن همه چی بیزینسیه، یعنی آب هم میخوام بخورم به این فکر میکنن که هزینه زیاد نکنم. به هر حال خیلی متشکرم. توضیح هست لازم هست در مورد یکی از این تابلوها به ما بدید که شیرین باشه. چی باشه؟ شیرین باشه برام، یه واقعی باشه، یه اتفاقی باشه. مثلا یکی از تابلوها که اونه کلا گل شمعدونی خیلی دوست دارم. بله. عاشق گل شمعدونی. ولی این طرفه کیا بود؟ گل رو این گلدون رو وقتی من اومدم اینجا انگلیس از ایران خیلی حالم بد بود، خیلی دلتنگ بودم. یکی از دوستان برام کل خونم رو کرد گل، یعنی رفت گلدون خرید، تمام حیاتمون رو گل خرید برامون. و یکی از گلایی که خرید این بود، خودش اومد با دستش کرد تو گلدون، برام خیلی ارزش داشت. حالا جالبه براتون بگم که به نظر من این از اکثر کاراتون قشنگ‌تره، چون خیلی دلی کار شده. آره این دقیقا خیلی دلی. با همون حسه که اون حالی که اون بهم داد، درسته. اون دقیقا یه حال خوبه بعد از اون گلا داد. بعد دیگه دارم خواستم بکشم تو حیات همونه، این دقیقا گوشه اصلا خراب شده مال پارساله، ولی هم امیدوارم همیشه حال دلتون انقدر خوب باشه که کاراتون مثل بقیه کاراتون همیشه قشنگ در بیاد، خوب بیاد و قول نمایشگاه بعدی رو اینجا به ما بدید. حتماً دارید حتما اینجا نمایشگاه داره، ولی شاید سبک کارام یه ذره متفاوت‌تر بشه. درسته، ولی اگر خواستید به من بگید حتما براتون تبلیغ میکنم دفعه بعد که تعداد بیشتری بیان برای خرید، جیباتون پر پول بشه، بتونید کار خوب انجام بدید. مرسی لطفا. مرسی از حضورتون، قربان شما. متشکرم از شما خانم، متشکرم از شما. ممنونم. خداحافظ شما. قربان شما. خداحافظ شما.